سلام باید سلام دوارم حالتون خوب باشه امروز میخوام بهتون بگم که وقتی اومدید آلمان چه بیمایی لازمه بگیرید و چه بیمایی بهتری که بگیرید بریم شروع کنیم خب توی آلمان یه سری بیمه های اجباری هستن از وقتی که وارد آلمان میشین ب... به اجباری لازم باید بگین یکیش بیمه درمانی که حالا چه دولتی چه خصوصی بگین قبلا براش ویدیو ساختم حتما ببینین اونو یه دونه بیمه بازنشستگی که اجباری و از حقوقتون کم میشه اگه کار نکنی خب طبیعتا پرداخت نمیکنین اینو و اگه خودتون برین به صورت خصوصی این بیمه رو پرداخت کنید و این دوتا رو باید حتما داشته باشید اما در کنار اینا یه سری بیمه ها هستش از جمله بیمه تصادف، بیمه مسئولیت، بیمه بیمه بازنشستگی خصوصی، بیمه اجاره خونه، بیمه خود خونه، بیمه های مختلفی هست. امروز میگم میخوام بهتون بگم که وقتی اومدین آلمان مخصوصا اگه دانشجو هستید، کدوماش بهتر داشته باشیم و به دردتون میخوره. اولین بیمه که توصیه میکنم بگیریم و به محض اینکه رسیدید آلمان، بیمه liability insurance هستش که میشه بیمه مسئولیت. کی به دردتون میخوره؟ فرض کنید شما اومدین اینجا زندگی میکنین به اموال دیگران آسیب بزنید یا مثلا کلید دوستتون رو گم کنین دوستتون یه وسیله به شما داده دست شما خراب بشه گم بشه مثلا گوشیش از دست شما بیفته بشکنه لپتاپش دست شما بشه خراب بشه کلید خونه‌شو داده براش دیگه دارین گم بشه اینجا کلید گم بشه مثلا یه مستمعی کل کلیداش که مثلا کامپیوتری رو هستن باید عوض بشه مثلا میگه یهو 30000 یورو هزینه تعویض این کلیدای مستمع هستش به خاطر این بیمه رو نداشته باشید. کارتون خیلی سخته که اون پول رو نخواین پرداخت کنیم چون اون پول از شما مثلا میگیرن حالا اگه خونه باشین که در حد خونه پول میگیرن پس این مهمترین بیمه خودم هفته دومی که رسیدم آلمان این بیمه رو گرفتم من اون بیمه فی... بهترینش هم گرفتم از سایت check24.de که میذارم اصلا ایگنات حالا نا... چک نکردیم که بهترین شد این گرفتم حالا سقف داره دیگه حالا چه ت... بیمای هستش 55 یورو سالیانه پس خیلی هم زیاد نیست 55 یورو سالیانه واقعا چیزی یه بار رستوران میری با دوستت بیشتر از این میشه یعنی حتما بگیرین دوم بیمه ای که میخوام بهتون بگم بگیرین household insurance هستش یا بیمه امنیت خونه مثلا بهش میشه گفت که اگه چیزی از و هزینه این بیمه این بگیم که خیلی مرتبطه به اینکه چه سقفی براش خواب کنین من حالا چون وسایل خودم فعلا کم دارم انقدر ارزش نداره سقف 10000 یورو انتخاب کردم برای این بیمه هر چیزی از خونه‌تو دزدیده بشه گم بشه مثلا دوز بیاد خونه‌تو رو بزنه این بیمه پوشش میده من تا سقف 10000 یورو انتخاب کردم یعنی بیام به دزدن لپتاپ رو به دزدن نمیدونم تخت رو به دزدن کمد به دزدن گوشی رو به دزدن تا صف 10000 یورو ارزش 10000 یورو بیمه برای پولش رو میده اگه ارزش وسایل داراییتون بیشتر از اینه خب سقفش رو باید بیشتر انتخاب کنید چیزی که من پرداخت میکنم برای این بیمه چه اخیرا گرفتم اینا من اگه شما سالیانه بود 8 فکر نکنم ماهیانه باشه یا 7 یورو ماهیانه بود یا سالیانه روز چک کنم خب من یادم نبود که دو سرخمم به این چیز اضافه کردم یه سر چیز اضافه کردم به این بیمه بیمم سالیانه 19 یورو و 16 سنت دو چرخه تا 300 یورو پوشش میده حالا خونه هم تا 10 هزار یورو و میگم سخت خودتون تعیین میکنین من شرکت بیم هم آدم, آدم غیزه هستش تنبوه بیما خیلی زیاد حتما این بیمه رو داشته باشید اما بیمه بعدیم اما دو تا بیمه بعدی که میخوام بهتون توصیه کنم بگیرین یکیش بیمه دندون پزشکی هستش که بیمه تکمیلی دندون پزشکی اینجا بیمه کامل دندون رو پوشش نمیدن یه سری خیلی کارهای خیلی زوزی رو پوشش میدن مثلا سالی یه بار میتونی دندون تا که ترمیمش توزیه اونو ترمیم کنی سالی یه بار میتونی اه اه میتونی بری چکاپ نه بار میتونی بری جرمگیری و همین در همین حال تا سال یه بار و برای همین میگم که بیمه دندون پزشکی رو میتونید بگیرید خیلی رو مقایسه کنید از ماهی 5 6 یورو مثلا ماهی 5 6, و خیلی نیستش دیگه پول یه دونه دونره از دونر هم الان 7 یورو شده دیگه بیسیکش برای همین میگم اگه بخواید به دندوناتون برسید حتما این بیمه رو هم اولا اینکه توصیه میکنم همه کارهای دندون مربوط به دندون دندون پزشکی رو توی ایران انجام بدید بعد بیاد یا اومدید اینجا سفره ایران تلاگی میتونید همون انجام بدید خب این توصیه من به شما اگه اینجا میخوان از دندان پزشکی استفاده کنیم بیمه دندان پزشکی رو حتما میگیری. اما بیمه بعدی که میخوام بگم بگید بیمه برای دو و ماشین و اینا هستش که اگه دو برد منظور اون نه بیمه بدن اینا مال ماشین نه اونو نمیگم برای دو یا موتور یا هر وسیله که داری اسکوتر اینا یه بیمه بگیرین حتما من این بیمه رو, رو روی هاوسولد هم گرفتم یا بیمه که واسه خونه گرفتم اونجا میتونه گزینه داره میتونه اضافه کنه به اون بیمه که یه مبلغی میاد روش که به صرف تر از اینه که جدا جدا بگیری برای من برای همین من اونجا گرفتم وقتی دو طرف خواهم چون دو طرف اول که خریدم و بعد دو ماه دوز برد دو طرف 200 یورو اینو دوز برد بعد اون دو طرف 100 یورو اینا دستو خریدم و اینو بیمه کردم تا 300 هم بیمهش رد کردم که حالا پوشش بده اوه هایی که مثلا حالا منظورم ونهای که مثل من کسی رو خارج از کشور ندارن مثلا تنها هستن اگه مشکلی رو پیش بیاد مثلا کار به بیمارستان خدایی نکرده برسه خب نیاز به دکتر خوب مثلا نیاز به تخت خوب داریم که یکی هم بیاد بمون برسه اینجا خدمات درمانی اکثرا رایگان هستن ولی یه چیز بیسیک رایگانه یعنی نمیان به شما مثلا یه تخت یه اتاق خوب خالی فست پاسه خودتون بدن هر دکتوری دوست داشتین بیاد شما چک کنه یه پرستار هم در خدمتتون باشه از این خبرم نیستش ولی هم میگم بیمه تکمیلی های بیمارستان رو میتونید بگیرید چون هزینهش واقعا ناچیزه حدود سه یورو چهار یورو در ماهه و اصلا به چشمتون نمیاد پول یه آدام اینجا ماه یا نه خب؟ اینو بدید اگه داشته باشین خدای نکرد اتفاقی بیفته اگه به کارتون به بیمارستان بکشه میتونید زندگی خیلی قابل تحمل تر میشه وقتی مثلا یه سر امکانات اضافی توی بیمارستان برای راحتی شما قرار میگیره بهتون اتاق خالی میدن یا اتاق مبله در اختیار خودتون هستش اگه دکترتون رو دوست داشتین میتونید به انتخاب خودتون هر دکتری که دوست داشتین رو مثلا بگید بیاد بهتری دکترا بیاد براتون و هزینه تعلق نمیگیره هزینه رو بیمه پوشش میده و حواست حواستشون بهتون بیشتر هستش در این صورت و بیمه تصادف هم میتونید بگیرین حالا وقتی اتفاق بیفته بیمه‌ای که توی هزینه‌ای که تو بیمارستان در پرداخت کنی بیمه درمانی تو پرداخت میکنه این بیمه تصادف یه سری چیزای دیگه رو پوشش میده که تکمیلیه میتونید به جزئیاتش بخورید اینا هزینه‌اش ناچیز اینو زیاد پیشنهاد نمیدم حالا میگم بیمه درمانی رو پوشش میده حالا اگه دوست داشتین چون این دوتا هم ناچیز هستند هر بیمارستان از این تصادف بیمه هاشون ناچیز هستن و بکنید بگیرید اگه پت هم دارید توی قدمه دتمن برش بیمه بگیرید چون از های بیمارستان دامپزشکی و اینا که میره واکسن نمیدونم گرس اینا برای پت اینزا گیرونه نمیدونم ایران من هیچ پت نداشتم ایو خانگی به جز داشتم و شهرستان زنگی کردیم ما داشتیم فقط من بیمه نمیخواستم و توی این نمیدونم تو ایران چزوری گیر اون هزینه ها هزینه های خونگی داشتن و اندازه یه بسته خرج داره و همین میگم شما واسه داشته باشین بیمش نمی کنین؟ بیمه نش نمیکنین سوال اینه اونم بیمه کنین کلا تو آلمان زندگی میکنین تا جایی که هزینه درآمدتون اجازه میده همه بیمه رو بگیرید <تصحیح> توصیه کلیه من خودم سر کار فول تایم برم خیلی بیمه میگیرم و سقفشون سعی میکنم مثلا همین حاصل رو ببرم بالا بیمه تکمیلی بازنشستگی میگیرم که وقتی بازنشسته شدم حقوق بیشتری بگیرم اینجا حقوق بازنشستگی خیلی کمه یا یه زندگی خیلی مینیمالیست خیلی معمولی رو پوشش میده و خودشونم خیلی ناراضیان علت علتش این اینه که اون موقعی که نیروی کار زبون زیاد داشتن و الان ندارن نیروی کار را به اندازه کافی چون پول بیمه بازنشستگی را از کجا تعمین میشه از مالیات مالیاتی که میده کسی که کار میکنه نیروی زبانی که کار میکنه برای همین الان که نیروی کارشون کمتر از تعداد افراد بازنشستگی بازنشسته شد هستش و ولی پول ندارن که بیان بیمه بازنشستگی یا حقوق بازنشستگی که دارن پرداخت میکنن افزایش بدن برای همین حقوق ناتیزه برای همین یه دونه بیمه بازنشستگی خصوصی میتونید به بیمه که دارین اضافه کنین وقتی توی آلمان بازش از یه حقوق نسبتا خوبی بگیریم و زندگی خوبی داشته باشین راحت داشته برد همین بود بیمه که دوست داشتم بهتون بگم توی شما هم بگیرین خیلی مهم اینجا دست دست نکنین خدایی نکرد یک کلید گم کنین و بیمه نداشته باشین کلی هزینه باید پرداخت کنین لپتاپ دوستتون از دستتون بیفته خراش برداره هزینه رو از شما قطعا میگیره اینجا آلمانه ایران نیست بگه مرامی فلان ایران هم میگه علامسی گران فلان همین بود دوستان دارم تا ویدیو بعد بای